جامعه مصطفی العالمیه شاید اجازه داده نشه اینکه بگردیم و بدونیم و تحقیق بکنیم در مورد اینکه چطوری ویروس کرونا رو وارد کشور ما کرده اما بدون شک میدونیم که بسیاری از کشورهای منطقه آسی هستند از جامعه طور مصطفی العالمیه پولدار بودجه خور که بودجهش رو از جیب مردم ایران تعمیل میکنه و تلاش میکنه برای شیعه گری در کشورهای مختلف منطقه این موردی که مولانا عبدالحمید در موردش صحبت کرده میدونید که ما چندین مورد مستند به شما معرفی کردیم افرادی که برای با تمع تحصیل مجانی و زندگی مجانی رفتن به یک دانشگاه و اون دانشگاه اونها رو گیر انداخته و عقایدی مخالف و عقیده خود اونها بهشون قالب میکنه در جامعه المصطفى العالمیه وقتی در یک کشور فقیر اروپایی آفریقایی در یک کشور فقیر آفریقایی میرن و میگن ما یک دانشگاه میخوایم اینجا تاسیس بکنیم برای شما و دانشگاه رو هم مجانی از بودجه خودمون تاسیس میکنیم هزینه طلبه ها رو هم خودمون میدیم هزینه دانشجوها ها رو هم خودمون میدیم مطمئنا اونها در اون ابتدا فکر نمیکنن که این چه چیزی میخوان به ما بگن چه گفته هایی دارن توی این دانشگاه و بعد از اینکه شروع میکنن و بعد از اینکه افراد زیادی افراد فقیر رو می‌گیرن و طلبه میشن اون وقتی که متوجه میشن نه در جامعه ای در دینی که ما داشتیم یه چیزی کاملا متفاوت هست از این جامعه تور این تیتر ایرنا رو ببینید این خبرگزاری ایستا بخش خبرگزاری ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی و از استان قم هم هست تیتر ایران رو ببینید واکنش جامعت المصطفى به اظهارات کرونایی مولوی عبدالحمید حالا این اگر یه تیتر بی اگر این تیتر بیادبانه توسط یک شبکه تلویزیونی خصوصی توسط یک وبسایت شخصی منتشر می‌شد خب میگیم باشه این وبسایت شخصیه و داره هرچی دوست داره توهین میکنه و اما اگر بتونید بودجه ایرنا رو مثل بودجه صدا مثل بودجه جامعه تور مصطفی رو از جیب ما مردم ایران داره گرفته میشه یعنی بودجه دولتی داره برای اینکه بتونه این مزخرفات رو بگه اون وقته که نمیشه در موردش سکوت کرد سی درصد مردم ایران اهل سنت هستن و اکثریت اهل تشیع هم دوستان برادران و هموطنان اهل سنت هستند و توهین کردن به یک شخصیت که داره ریشه یابی میکنه داره تلاش میکنه در وضعیتی که کشور در اوضاع نابسامانی به سر میبره تلاش میکنه ریشه یابی کنه این از کجا اومد چرا انقدر کشورها چرا ما منشأ ویروس کرونا در غرب آسیا شدیم چرا ما اولین کشوری شدیم که تمام کشورهای اطراف ما از شمال جنوب شرق غرب ما رو قرنطینه کردن اولین نفرهایی که در کشورهای مختلف از کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان بگیرید تا کشورهای شمالی ایران تا کشورهای حاشیه خلیج فارس تمام اونها وقتی اولین موردهایی که حالا بعضیشون که با چین ارتباط داشتن تجارت داشتن چینی ها بودن اما بسیارشون تا همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم قبل از اینکه قرنطینه بکنن بسیار از کسانی که در کشورهای اونها هستن مسافرین به کشور ما ایران بودن چرا ما باید بشیم منشأ ویروس کرونا خب چرا ریشه یابی نمی کنید جامعه طول مصطفی میاد بدون اینکه توضیحی در مورد تعداد طلبه های چینی خودش بگه توضیحی بده و بگه که چند نفر طلبه چینی داشته در چه ماهایی به اونجا سفر کردن سفرهاشون به چه صورت بوده با چه اجازه ای با چه ایرلاینی در زمانی که نباید سفر میشده به چین سفر کردن میاد میگه صحبتهای مولانا عبدالحمید فرافکنی بوده صحبتهای مولانا عبدالحمید سوء استفاده از موقعیتش بوده و خواسته که اگر مدرک و مستنداتی در این مورد وجود داره بیان ارائه بدن منطقی نیست که یک تنها جامعه چینی قم بیاد مدرک و مستندات ارائه بده که بگه ما این ویروس رو به کشور نیاوردیم ویروس که توسط خفاش خورها توی قم که نداریم که اونجا تولید بشه و از حیوان به انسان منتقل بشه و از اونجا شروع بشه ویروس از چین به ایران منتقل شده و از چین به ایران اومده و دقیقا هم در جامعه ای که جامعه چینی های اون فقط مخصوص حوزه جامعه مصطفی هستند